یک سرمایه‌دار ایلندی و رئیس بزرگترین خطوط هواپیمایی اروپا در اظهار نظری جنجالی تشدید تشریفات بازرسی در فرودگاه‌ها علیه مردان مسلمان را خواستار شد. به گزارش شیوز، مایکل اولری، رئیس خطوط هواپیمایی رایان ایر، در گفتگو با تایمز لندن مدعی شده احتمال اقدام انتحاری یک مرد مسلمان که به تنهایی مسافرت می کند بسیار زیادتر از کسانی است که با خانواده سفر می کنند. او با اعتراف اینکه اظهاراتش می تواند جنبه نجات پرستانه داشته باشد با طرح این پرسش که چه کسانی بمب گذارند گفت عموماً افرادی که با اسلام رابطه دارند. این اظهارات تاجر ایلندی با واکنش شورای مسلمانان بریتانیا همراه شد. سخنگوی این شورا گفت اظهارات او علیه مردان مسلمان که نه بر پایه اطلاعات بلکه بر اساس شکل ظاهری افراد است به طور علنی تعویض‌آمیز بوده و ابتدایی ترین مصداق اسلام حراسی است. بر اساس این گزارش یک منبع امنیتی نیز گفت که طرح اولری غیر قانونی است، ضمن آنکه اطلاعات همه مسافران از طریق سامانه‌های پیشرفته جمع‌آوری و از قبل بررسی می‌شود. همچنین فیلیپ بوام، کارشناس امور امنیت فرودگاه‌ها می‌گوید با فرایند شناسایی مسافران کاملاً موافق است، اما این اقدام نباید بر اساس نژاد، رنگ پوست یا مذهب باشد. گروه‌های طرفدار حقوق بشر نیز به سخنان رئیس رایان ایر انتقاد کرده و گفتند اقشار آسیایی در حال حاضر بیش از سایر افراد سوژه طرح‌های مبارزه با تروریسم و ایسبازسی‌ها هستند. برخی گروه‌های مسلمان در انگلیس بر این باورند که حکومت عزم جدی برای برخورد با اسلام حراسی ندارد.